امروز سالگرد اعتراضات سفیدپوستان راستگرا در منطقه شارلوتسویل ایالت ویرجینیا در همسایگی واشنگتن است که بعد از برداشتن مجسمه نمادی یکی از قهرمانان کانفدرات یا ایالت‌های ائتلافی ایوا جنوبی باعث اعتراضات دومی شد که به خشونت گرایید و در آن حداقل 19 نفر زخمی شدند. اکنون یک سال بعد از این رویداد در واشنگتن دی سی قرار است راهپیمایی برگزار گردد. رئیس جمهور ایالات متحده سال گذشته در انتقاد از اعتراضات شهر شارلوتسویل ایالت ویرجینیا که میان طرفداران سفیدپوستان تفوق طلب و افراد مخالف نژادپرستی رخ داد، صراحتا خشونت‌ها را محکوم کرد و نژادپرستی را پلید و شریرانه خواند. آقای ترامپ روز شنبه در کلاب گلف خودش در ایالت نیوجرسی در پیامش در توییتر از هر نوع تبعیض در آمریکا انتقاد کرده است. آقای ترامپ اضافه نموده است که او برای بهبود زندگی اقلیت‌ها در آمریکا مبارزه نموده و مبارزه او برای هم آمریکایی‌ها متوقف نخواهد شد. یک سال بعد با حضور گسترده پلیس در منطقه شارلوتسویل ایالت ویرجینیا، راهپیمایی صلح‌آمیز همراه با شمع روشن کردن انجام شد. تخته‌های سنگی کنار جاده و حصارهای آهنی در اطراف منطقه برگزاری راهپیمایی سفیدپوستان تفوق طلب و مخالفین نژادپرستان گذاشته شده است. در مراکز تلاشی بایک‌های افراد قبل از رفتن به محل راهپیمایی جستجو می‌گردد. سال گذشته پلیس نتوانست تصمیم درست بر اعمال قانون بگیرد. امسال بسیار بسیار دشوار است. پلیس ویرجینیا به طور گسترده در اینجا حضور دارد و وضعیت را کنترل می‌کند. درگیری میان افسران پلیس و معترضین باعث شد برخی از معترضین در محوطه دانشگاه ویرجینیا سر و صدا کنند، اما ساعت بعد روز شنبه آرام شد. من در شارلزویل از 10 سال بدین سو زندگی می کنم. اکنون محصل رشته طب هستم. من همیشه احساس ناراحتی می کنم که در برابر اعتراضات سال گذشته رسیدگی اندک شد. من می خواستم دانشگاه خود و همصنفی های خود را در اعتراضات مخالف سفیدپوستان تفوق طلب رهبری کنم. روز شنبه از برگزاری شعله بدستان سفیدپوستان تفوق طلب در محوطه دانشگاه ویرجینیا یک سال گذشت که قرار است راهپیمایی گسترده‌تر بار دیگر در شارلزویل امروز انجام شود. صدها سفیدپوست تفوق طلب و نیونازی و گروه‌های افراطی نژادپرست و تاریخ 12 آگوست سال گذشته یک سال قبل در اعتراض بر برداشتن مجسمه جنرال کانفدرات در شهر شارلزویل جمع شدند که با مخالفین نژادپرستان به خشونت گرایید و در آن یک نفر کشته و حداقل 20 نفر زخمی شدند.